شرکت کنندگان در تجمع اعتراض به توهین سید محمد خاتمی به ملت آذربایجان. با توجه به تداوم سیاست شوونیستی تحقیر و توهین علیه ملت مظلوم آذربایجان از سوی اشخاص و نهادهای رسمی دولتی در جمهوری اسلامی، بار دیگر شاهد یک تعرض دیگر به ساحت مردم آذربایجان هستیم. این بار و بعد از روزنامه رسمی احمدی نژاد یعنی روزنامه ایران، آقای خاتمی رئیس دولت سابق به میدان آمده است. سید دانشمند اصلاحات و پرچمدار قرائت رحمانی و عقلانی از دین محمدی بار دیگر اظهار فضل کردند. بلغور کننده ایده های فلسفی همچون گفتگوی تمدن ها بعد از فلسفیدن گفتگو موفق شدند در میدان عمل نیز شیوه دیسکورس صحیح با یک تمدن فرهنگ را به مریدان خود یاد بدهند. اما آقای خاتمی که در زیر لباس پیغمبر زره شوالیه های شونیست را برتندارید، آیا منظورتان از احترام متقابل بین مردمان جهان، گفتگوی تمدن‌ها، رعایت حقوق بشر و یا سایر افاضات دیگرتان در قالب گفتمان اصلاحات در نزد مردم آذربایجان همین رفتاری است که از شما دیدیم؟ در مسابقه غارت و سرکوب مردم ایران رقیبانتان را به تحجر، انحصار طلبی و دیکتاتوری محکوم می‌کنید. خود در کجای قائلید؟ در 8 سال زمامداری شما و اصلاحات مردم آذربایجان آماج شدیدترین نوع وحش و حقارت‌های کسانی شدند که به راحتی از وزارت ارشاد مجوزهای فلنی کتاب و روزنامه می‌گرفتند تا موجودیت و هویت آذربایجانی را منکر شوند و برایت نامه بنویسند که آذربایجانی برای تمامیت ارضی این کشور خطرناک است. آقای توسعه سیاسی، نامه معاونتان آقای ابتهی یادتان هست که در آن طرح عظیمترین جابجایی جمعیتی از بارزترین مصادیق سیاست‌های شاونیستی در تاریخ معاصر کشور را به شما پیشنهاد داد، طرحی که از آن بوی خون چکمه‌های مولایتان رضاخان پالانی به مشام می‌رسید. آیا این گونه می‌خواستید پیشبرد پروسه توسعه سیاسی و تحقق جامعه مدنی در ایران را جشن بگیرید؟ در وقایع خرداد 1385 فرزندان آذربایجان در اعتراضی کاملا مدنی توسط نیروهای امنیتی و دولت متعجل احمدی نژاد به بدترین شکل ممکن سرکوب شده و به خاک و خون کشیده شدند، شما و همفکرانتان چه کار کردید؟ به غیر از این بود که شما و دوستانتان در احزاب اصلاح طلب و روزنامه ها و سایت هایتان همصدا با رقیبان سیاسیتان و اپوزیسیون داخل و خارج نشین، معترضین و فرزندان غیرتمند ستارخان را تجزیه طلب و کانتورک نامیدید؟ بلی باستم فاشیزم. آیا جواب محسن آرمین از نزدیکترین یارانتان به سؤال دانشجویان ترک در مورد بدتر شدن وضعیت اقتصادی آذربایجان در دوران اصلاحات را به خاطر می آورید که گفت چرا استانتان را با اصفهان مقایسه می کنید؟ خود را با ایلام و سیستان و بلوچستان مقایسه کنید؟ آقای خاتمی و در یک کلام آقایان اصلاح طلب، بی آبروی شما و ایده های دروغینتان در آذربایجان دارای ریشه های تاریخی است. مگر شما همان نیروهای چپ اول انقلاب نیستید؟ مگر شیطنت شما به رهبری منتظری نبود که ایده استقرار حکومت غیر متمرکز دموکراتیک از سوی آذربایجان را با دستگیری، شکنجه و اعترافگیری از آیت الله العظمی شریعت مداری کنار گذاشتید؟ آیا فکر میکنید آذربایجانی ها تهدید تبریز و حمله هوایی از سوی تهران را که اتفاقا آن روزها تحت نفوذ شما تندروهای انقلابی بود را فراموش خواهد کرد؟ نه آقای اصلاحات، همه این اتفاقات در حافظه تاریخی مردم آذربایجان ثبت و ضبط شده و هیچ وقت فراموش نخواهد شد. در پایان ما شرکت کنندگان در این تجمع ضمن محکومیت عمل ننگین سید محمد خاتمی رئیس جمهور سابق جمهوری اسلامی ایران در توهین به ملت آذربایجان و سکوت همفکران ایشان و همچنین محکومیت تلاش احمدی نژاد و اصول گرایان را در سوء استفاده از احساسات پاک ملت آذربایجان در راستای اهداف سیاسی خود خواستار آنیم تا 1. سید محمد خاتمی به جای سخنرانی های عوام فریبانه پیرامون گفتگوی تمدن ها، کرامت انسانی و صدها واژه مقدس دیگر از ملت آذربایجان به طور رسمی و از طریق شبکه های تلویزیونی عذرخواهی نماید.
مجلس و قوه قضاییه میخواهیم تا طبق موازین حقوق بشری و انسانی نسبت به تنظیم قوانین مقتضی برای برخورد با توهین کنندگان به اقوام و ملت ها اقدام نماید. از مراجع قضایی خواستار محاکمه و خلع لباس ایشان هستیم، زیرا که وجه روحانیت در آذربایجان مورد لطمه جدی واقع شده. چهار، همچنین خواستار اعلام موضع اصلاح طلبان به خصوص آقایان مهدی کروبی و میر حسین موسوی به عنوان نزدیکترین یاران خاتمی نسبت به این عمل زشت و کریه ایشان هستیم. در غیر این صورت ملت آذربایجان سکوت آنها در قبال این رفتار نابخشودنی را فراموش نکرده و این عمل آنها مهر تأییدی بر رفتار غیر انسانی خاتمی خواهد بود. و در پایان از دانشجویان ترک و ملت آذربایجان میخواهیم تا نسبت به این نوع تحقیرها و توهینها حساس بوده و جواب قاطع و دندان شکنی به این رفتارهای فاشیستی و نجات پرستانه داده تا دیگر هیچ کس در آینده جرأت تکرار چنین رفتارهای ناشایستی را نداشته باشد.